بر اساس یک گزارش جدید، دولت بریتانیا میلیون ها پوند کمک مالی به سرویس های امنیتی بحرین که متهم به نقض جدی حقوق بشر از جمله شکنجه هستند، اختصاص داده است. دولت بریتانیا همچنین با ادعای عدم ارزیابی صحیح حمایت مالی خود، قوانین خود را زیر پا گذاشته، زیرا از سیستم قضایی بحرین که از مجازات اعدام استفاده نموده نیز حمایت کرده است. در همین راستا سید احمد ودایی مدیر حمایت از مؤسسه حقوق و دموکراسی در بحرین مستقر در لندن در گزارش جدید خود که آن را به طور مشترک با دیدبان حقوق بشر نوشته این حمایت مالی دولت بریتانیا را تایید کرده و آن را مخالف قوانین داخلی بریتانیا دانست او در گفتگو با نشریه تلگراف گفت به اعتقاد من دولت بریتانیا با کمک به بحرین قوانین خودش را زیر پا میگذارد.